ملالی نیست جز گم کردن شادمانی. رضا ابراهیمی هستم، عرض ارادت دارم خدمت همه شما فرهیختگان. دوستان گرامی، در ادامه کلیپ های آموزشی در رابطه با روستاهای 13 گانه، این کلیپ رو اختصاص دادم به روستای شمس‌آباد. دوستان عزیز، تک تک این روستاها نامگذاریشون دلایل خاص خودش رو داشته و از 2 تا 3 هزار سال قبل این روستاها به همین اسامی از قدیم بوده. شمس‌آباد از 3 هزار سال پیش بوده تا الان و هست. شاه‌آباد بوده و هست. ممکنه شاه‌آباد تبدیل به اسلام‌آباد شده باشه. تاج‌آباد از 3 هزار سال پیش تا الان بوده و بهشت‌آباد همینطور، خیرآباد همینطور، بهرام‌آباد همینطور، نظام‌آباد، سرخ‌آباد، خسرو‌آباد، فتح‌آباد و و و همه اینها دوستان عزیز از 3 هزار سال قبل تا الان بودند. اما بریم سراغ شمس‌آباد. در شمس‌آباد دوستان عزیز ما 2 نوع کارگزاری داریم: کارگزاری از نوع هخامنشی، کارگزاری از نوع ساسانی. کارگزاری های هخامنشی غروب آفتاب مهم بوده، کارگزاری های ساسانی طلوع آفتاب مهم بوده. به نوعی کارگزاری هخامنشی قبلشون غروب، کارگزاری ساسانی قبلشون طلوع آفتاب بوده. پس خدمتون عرض بشه در شمس‌آباد چشمه رو ما داریم که در طلوع روستا بین چشمه و یک تپه‌ای که اون تپه در یک قسمتش خاکش سرخ هست یا زرد، همون مکانی که خاکش سرخ هست یا زرد هست در روستای شمس‌آباد میتونه اون قسمت یا نزدیک اون قسمت نقطه آخر باشه. بهترین وسیله دوستان عزیز دازینگ هست. با دازینگ ابعاد قبر رو میزنید 4.5 متر در دوره هخامنشی و در دوره ساسانی. شرق تپه عمق 3.5 متر. شرق تپه در شمس‌آباد میرید شرق، دازینگ میزنید، ابعاد قبر رو در میارید، 3.5 متر میرید پایین و به شما کار میده و کار خوبی هم هست. لایک و سابسکرایب یادتون نره دوستان گرامی. همه اینها به صورت یک قانون مدون هست، طوری نیست که به نوعی کذب باشه. اینها اصول بوده، اینها قواعد بوده، قوانین بوده و کسی نمیتونه این قواعد و قوانین و اصول رو زیر پا بگذاره. اونهایی که دنبال تفسیر عکس هستن دوستان عزیز 2 حالت دارن: یا بی سواد نادانن، یا دنبال این هستن که شکمشون رو سیر کنن، یا هر 2 حالت. پس کسی که برای شما میاد مکانی رو تفسیر میگه، عکس بفرست که تفسیر کنم، دوست عزیز، اون از باستان هیچی نمیدونه، چون باستان با گرفتن عکس و تفسیر کردن عکس کلن زاویه داره. اصلا ممکن نیست در یک مکانی که 12 کیلومتر بارگذاری انجام میشه با تفسیر عکس، چطور این آقا میخواد بفهمه که اینجا مکان بارگذاری هست؟ اینا همه دروغه، اینها به درد دنیای مجازی میخوره. اگر کسی میگه من استاد تفسیر عکسم، اشکالی نداره، من یه عکسی براشون میفرستم و ایشون بگن که این کجا هست. اگر بگن باری که در اومد مال خودشون، 2 میلیارد هم خودم نقدن تقدیمشون میکنم. هر کسی، هر شخصی که بیاد عکسی رو بفرستم و بگه مکان این بار کجاست، بار مال خودش، 2 میلیارد نقد تقدیمشون میکنم.
یادتون باشه، بفرستید برای اون کسی که دنبال تفسیر عکس هست و خودش رو استاد تفسیر عکس میدونه. در باستان دوستان عزیز قبور ارزشمند، ما این همه شاه داشتیم، این همه شاه ها وزیر داشتن، شاه ها خونواده داشتن، شاه ها خدم و حشم و مخهای بلند پایه داشتن، قبورشون کو؟ کجاست قبورشون؟ در دل زمین مدفونه. چرا؟ چون همه اینا اموال زیادی داشتن و کارگروهی که انتخاب میشد، این کارگروه مهارت و تبحرشون در طبیعی جلوه دادن مکان قبر اون فرد بلند پایه بود. چطور پس میشه، چطور میشه با یک تفسیر عکس اون قبری که طبیعی جلوه داده شده رو بخواد پیدا بکنه در یک فضای 12 کیلومتری؟ خودت یک مقدار بشین فکر کن ببین آیا تفسیر عکس درسته. اگه تفسیر عکس درست بود، میراث فرهنگی این همه اساتید رو از کشورهای مختلف دعوت نمیکرد، عکس میفرستاد میگفت مکان رو مشخص کن. در کهکشان راه شیری در کائنات ما دانشگاهی رو نداریم که تفسیر عکس داشته باشه. همه اینها حاصل توهم یک سری افراد نادان و بیسوادیه که میخوان به هر طریق ممکن از شما پول بگیرن. لایک و سابسکرایب یادتون نره. مهرتون جاوید و بدرود.